بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان، هر سلام خدمت دوستداران و علاقمندان برنامه میراث خراسان. در خدمت شما قرار داریم با معرفی یک دیگر از بناهای قدیمی شهر قدیم هرات. آمدیم به محله قطبیچاق، چهارمین محله شهر قدیم هرات، تا یکی از بناهای تاریخی مکان را به شما معرفی بگیریم. در گذر شیرستدان محله قطبیچاق شهر قدیم هرات آمدیم. در این گذر یکی از مساجد قدیمی شهر قدیم موقعیت داره که به نام مسجد حضرت عبدالله ابن عمر. دقیقا در دروازه ورودی این مسجد لوحه ثبت و سجل این بنا هم درج شده که بر اساس نمبر ثبت به شماره 53 ثبت اداره حفظ و ترمیم آبادان تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ قرار داره و جز آثار ملی شمارده میشه. این مسجد با همدیگر قسمت‌های داخلی از این میبینیم و میپردازیم به تاریخچه اعمار از این و ای که در چه زمان ساخته شده و چه ویژگی‌های معماری در این بنا نهفته. مسجد حضرت عبدالله ابن عمر یکی از قدیمی ترین مساجد محله قطبیچاق شهر قدیم هراته. طوری که قبلا اشاره داشتم، این مسجد ثبت اداره حفظ و ترمیم آبادان تاریخی و ثبت میراث های فرهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ قرار داره و در رابطه به تاریخچه از این مسجد باید بعض برسانم که طوری که در سجل ملاحظه شده دقیقا بین سالهای 1257 هجری قمری در زمان حکومت امیر عبدالرحمن خان این مسجد ساخته میشه و همچنین کسی که بانی ساخت از این مسجد بوده به نام سید مرتضی آقا نام شده که این شخصیت کسی بوده که در زمان امیر عبدالرحمن خان به هرات میه و عزم سفر به بغداد داره. بنابراین چون شخص با فرهنگ و متدینی بوده مورد توجه امیر عبدالرحمن خان قرار میگیره و از او میخواد که در هرات اینجا اقامت کنه. بنابراین سید مرتضی آقا در هرات اقامت میکنه و در این محله که به نام گذر شیرستدانه و بعدا اقدام میکنن به اعمار مسجدی که به نام سید اکرم شاه در کتاب تاریخ درج شده که این مسجد مسمی بوده. دقیقا تا سالهای 1330 مسجد به نام سید اکرم شاه بوده که یک مدت این مدرسه هم بوده که به نام مدرسه سید اکرم شاه آقا یاد میکردن. بعدا تغییر نام میده و نام از این میشه مسجد حضرت عبدالله ابن عمر. در رابطه به تاریخ از این طوری که اشاره داشتم، یکی از مساجدی که حدوداً 150 سال قدامت تاریخی داره و ویژگی‌های هنری و معماری در این مسجد نهفته. مسجد حضرت عبدالله ابن عمر در زمینی به مساحت حدوداً 600 متر مربع ساخته شده. در از دو گذر این مسجد دروازه ورودی داره، گذر شیرستدان و گذر حوض پهلوان که امروز به نام کوچه مدرسه صادقیه مسمیه. دقیقاً کل بنای این مسجد در سمت غرب موقعیت داره، جایی که جماعت خانه تشکیل میده، شش چشمه گنبدی پوش و همچنین اتاقایی که در سمت جنوب قرار داره. روایت هایی هست که خود سید اکرم شاه در همین محله موقعیت داشته و دروازه ورودی هم در داخل صحن از این مسجد از خانه از او بوده. تا
طوری که قبلا اشاره داشتم مسجد حضرت عبدالله ابن عمر دو دروازه داشت. در دروازه قرار دارن که به سمت شرق موقعیت داره که متاسفانه از قسمت داخلی قفل شده. این دروازه دقیقا به گذر شیرستدان باز می شده و اهالی این منطقه از گذر شیرستدان می تونستن به داخل از این مسجد بیان و نمازهای پنج وقت را ادا کنند. صفا و صمیمیتی که بین دو گذر و دو محل ایجاد می شده باعث صمیمیت بیشتر می شده و دقیقاً از این مساجد، از این مساجدی که دو دروازه داشته و در دو گذر میتونستن سهم بگیرن، در محلات شهر قدیم هرات به وفور دیده میشه. این یکی از دروازه های قدیمی این مسجده که با هم دیگر دیدیم. مسجد حضرت عبدالله ابن عمر طوری که دیدین به تصاویر هم میبینین نمایی که در سمت جنوب قرار داره نمای ساده و ولی با مزین با سبک معماری قدیم هرات ساخته شده. در بازسازی هم که صورت گرفته اصول مرمت معمارا مد نظر گرفتن و خواستن که همو اصالت ها و ویژگی های خاص این بنا حفظ و پابرجا بمونه. با آن هم قسمت های تخریب شده این مسجد در تصویر هم میبینین که پیزارهای که از زمان قدیم تا به امروز باقی مانده و حکایت میکنه از دوران و گذر زمان بر این مسجد. معمولا اتاقهای سمت جنوب مسجد مورد استفاده امام و خادمین مسجد قرار می گرفته. در حجره دروازه حجره امام قرار داریم، جایی که پیشتر مورد استفاده در طول دوران تاریخ برای امام و خادمین مسجد بوده و پله های هم که در این قسمت موقعیت داره پله هایی که ما رو هدایت میکنه به سمت پشت بام تا در فصل زمستان بتونن از حفاظت کنن از مسجد. چوب هایی که در این پله ها کار رفته یکی از تکنیک ها و اصول مهندسی و معماری قدیم هرات بوده. چند ویژگی خاص در خود از این چوب ها سنجیده شده بوده. یکی از ویژگی ها ویژگی هایی بوده که از ضربه زدن یا خدای نخواسته افتادن کس میتونسته این چوب ها جلوگیری کنه که نرم نشه زیادتر، آسیب نبینه شخص و همچنین از ساییدگی و فرسایش از این پله هم مواظبت میکرده. طوری که میبینین 150 سال از عمر این مسجد گذشته و با آن هم پله های از این بام هنوز که هنوز ثابت و پابر جای. اگر خشم بود یقینا تا به امروز فرو ریخته بود. در داخل جای قرار دارین که به نام مسجد زمستانی یاد میشه، مسجد تابستانی ببخشین، جایی که در سمت جنوب معمولا چون سردتر بوده و باد و سردی بیشتر در این قسمت ایجاد میشده میتونستن اهالی محل از این قسمت برای ادای نماز تابستان استفاده کنند. سه چشمه گنبدی پوش با کمانهای خشتی نوکدار همگی ویژگی های این بخش تشکیل میده و همچنین فضایی که بین این قسمت از مسجد و صحن مسجد ایجاد میشده فضای دلانگیز و روحبخش بوده که هنوز هم که هنوز ما این با عمق دل حس میکنیم. مسجد حضرت عبدالله ابن عمر یکی از مساجدیه که در محله قطبی چاق شهر قدیم هرات موقعیت داره. دقیقا از اعمار این مسجد 150 سال میگذره و در طول دوران تاریخ این مسجد یک بار مرمت اساسی میشه در بین سالهای 1388 توسط اداره حفظ و ترمیم آبادان تاریخی و همکاری بنیاد کلتوری آقاخان. قسمت هایی که ترمیم شده در تصویر هم شما میبینین بافته که دوباره تحت بازسازی قرار گرفته و این مسجد در یک بار دیگر
ترمیم اساسی شد و همو اصالت ها و استحکامات خود دوباره به دست آورد. در قسمت نمای مسجد همطوری که در تصویر هم میبینین، نمای با آجر سفال های مزین و حکاکی شده که ویژگی های معماری قرن 13 هجری قمری بوده. دقیقا بعد از این که دوره صفوی ها در هرات زمان که حکومت میکنن و بعد از صفوی ها حکومت هوتکی ها و عبدالی ها در هرات رونما میشه، بیشتر معماری سبک معماری هرات تغییر پیدا میکنه و با شیوه آجر سفال تزیینات نماهای بیرونی میپردازند که در این مسجد شما هم ویژگی های هنری قرن یا سده 13 هجری قمری میبینین که بافته که مزین بوده با آجر سفال های حکاکی شده و که همگی کار معماری هرات نشان میده برای ما در همون زمان. این دقیقا ای اصول و این سبک معماری تا بین سالهای 1320 هجری قمری هم در هرات رواج داشته و بعد از او کم کم سبک معماری هرات تغییر پیدا میکنه و مزین میشه با بافت کاشی ها که الگوبرداری شده از سبک معماری دوران تیموری ها. چیزی که قابل یادآوری اینه که دوستای عزیز در داخل این مسجد قدیمی هیچ گونه کتیبه سنگی یا کتیبه که مزین باشه با کاشی وجود نداره و صرفا در نمای از این مسجد طوری که در تصویر هم میبینین بیشتر معماری سده 13 هجری قمری به ما نشان میده و این مسجد هیچ گونه کتیبه و که مزین باشه با کاشی یا سنگ وجود نداره در این مسجد. صرفا در خود تخت مسجد که متصل به جماعتخانه اصلیه یک سنگ صندوقی مزین با کتیبه در گوشه این مسجد وجود داره که این سنگ قبری بوده که بعدا انتقال پیدا کرده به این مسجد و شاید هم از زیارت شیر اسدان که نزدیک به این مسجد به اینجا انتقال پیدا کرده. به هر حالت این سنگ در گوشه از مسجد حضرت عبدالله ابن عمر قرار داره و یکی از مستندات قدیمی این مسجد در این گوشه از مسجد. در داخل جماعت خانه مسجد حضرت عبدالله ابن عمر آمدیم تا کل بخش داخلی مسجد هم با هم دیگر ببینیم، طوری که در تصویر هم شما میبینیم سه ستون پایه کل ساختار ای جماعتخانه تشکیل داده با کمانهای نیم دایره‌ای که مزین شده با 8 گنبد و یک محراب خشتی هم بخش اساسی ای جماعتخانه تشکیل میده. قبلا هم اشاره داشتم که مسجد فاقد تزیینات کاشی و یا گجبوریه، صرفا ساده ساخته شده و اما همه ویژگی های معماری و اصول معماری در این مسجد رعایت شده و یکی از مساجد قدیمیه که ثبت اداره میراث‌های فرهنگی قرار داره. در محراب خشتی از این مسجد هم ببینین فقط صرفا رنگامیزی های این محراب جدیدن رنگامیزی شده، ولی همو اصول و بافت خشتکاری که در این محراب کار شده همو سبک و اصول معماری قدیم هرات نشان میده، همگی بافت خشتی. و در قسمت های بعدی این مسجد همطوری که در تصویر میبینین ستون پایه هایی که کل استقامات جماعتخانه تشکیل میده و همگی بار پوشش خود از این گنبدها و کمانها بالای از این ستونها استواره، ستونهایی که شباهتهای نزدیکی به ستونها و فیلپایه های ستونهای مسجد جامع داره. در برنامه های قبلی شما دوستداران و علاقمندان برنامه میراث خراسان مسجد جامع بزرگ هرات دیدیم با هم دیگر که فیلپایه ها یا ستون ها کل استحکامات همو پوشش ها نگه می داشت و نشان می داد برای ما. در این مسجد هم سه ستون پایه قرار داره و کمان های نیم دایره‌ای که
8 چشمه گنبد خشتی دایره بالای از این کمان ها آمده و کل استکامات و پوشش جماعت خانه به ما تشکیل میده و نشان میده. صرفا در بین سالهای 1388 هجری شمسی مسجد جامع حضرت عبدالله ابن عمر تحت بازسازی قرار گرفت و اداره حفظ و ترمیم آبدات تاریخی و همچنین با همکاری بنیاد کلتوری آقا خان برای جلوگیری از فرسایش بیشتر از این مسجد بعض اقدامات و کارهای اساسی روی دست گرفتن که یکی از اون کارها خشکاری پیزارهای از این مسجد بوده. اینا هم کاری برای استقامات از این مسجد که از نم و رطوبت و فرسایش جلوگیری کنه و مسجد عمر دوباره برای از این مسجد ببخشه و این مقاومت بیشتر برای از این مسجد. این بود تاریخ و معرفی مسجد حضرت عبدالله ابن عمر واقع در محله قطبیجاق شهر قدیم هرات گذر شهرستان نزدیک به مدرسه صادقیه قرار داره. تا معرفی یک دیگر از بناهای قدیمی شهر قدیم هرات شما دوستان و علاقمندان برنامه میراث خراسان رو به خداوند کریم و رحیم می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.